دوستان هفته. آیا تلویزیون را به عنوان عضوی در خانواده خود پذیرفته اید؟ مطمئن باشید. در این دور و زمان، خرد و کلان با تلویزیون اونت میگیرند. ما آمده ایم تا به همه شما صمیمی شویم. در قانون اساسی کشور عزیزمان افغانستان برای همه افراد حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات داده شده است. ما در شبکه تلویزیونی نگاه از دیر زمانی بدین سو در تلاشیم تا در پی تأسیس این رسانه با برنامه های متنوع و سودمند آنچنان که دلخواهتان است در خدمت شما باید اعتراف کنیم ساختن یک شبکه تلویزیونی مطابق معیارهای اصولی کار سنگین و دشواری به همین دلیل و نیز اینکه دغدغه اصلی ما نیازهای فرهنگی و اطلاعاتی شماست شروع کار تلویزیون نگاه و درازا کشید برای اینکه با گوشه ای از این فعالیت ها آشنا شوید معلوماتی چند برایتان ارائه می کنم تجربیات تلویزیونی در افغانستان کیمیا و برای شروع کار و برنامه ریزی در بخش های مختلف نیاز به افراد مستعد و با انگیزه است. پیدا کردن این افراد هم در جامعه ما که ارتباطات مدرن و میزان لازم وجود ندارد کار ساده ای نیست. اما جوینده یابنده است. کار بخش های مختلف تلویزیون با افراد مسلکی پیش می رود و همکاران ما در تلویزیون نگاه در گروه های کارگردانی و تولید خبرنگاران، تصویربرداری، تدوین و تخنیک آموزش های لازم را توسط مربیان همکار و هموطن خود دیدن. افتخاری دیگر در جمله افتخارات نگاه. و موازات همه این کارها ما کار بزرگ دیگری نیز کرده ایم. پروژه ساخت و تجهیز استیشن مرکزی این شبکه که استودیوهای استاندارد را در خود جای داده است. چندی این پروژه به پایه اکمال رسیده و بهره برداری از آن آغاز گشته است. شبکه تلویزیونی نگاه در عرصه های گوناگون برنامه های جدیدی را تقدیم شما می نماید. سیاست برای نخستین بار در تاریخ سیاسی کشور رویارویی نامزدان ریاست جمهوری را در برنامه چلنج می‌بینه. آقای بجان من فکر میکنم با این مسئله شما موافق نیستین. دلایلتان هم اشاره بکنید. آنچه ما در پروژه های خود در خط مشخات مطرح میکنیم عوام فریبانه نیست. اردو و پلیس ملی را بر اساس جلب و ایزار دوره مکلفیت میارم تابکه کشتار تابکه قتل تابکه خلاصه و ایرانی ملت کشور بیاد پالوی ما بشین که رئیس جمهور استو بسته خبری تلویزیون نگاه رأس ساعت 7 و 9 هر شب برای شما عزیزان نشر می شود و خبرهای کوتاه سر هر ساعت و یا سر هر نیم ساعت خدمتتان تقدیم خواهد شد بسته خبری نگاه در برگیرنده تازه ترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان خواهد بود. تاریخ دیروز، کارنامه امروز و سیاست فردا در برنامه پس از بحران. بحران چیست؟ در مجموع میتونیم بگویم بحران یعنی بیرون شدن از روال مادی. یک آب نقل چیست فرد صاحب مکنت صاحب صلاح صاحب دموکراسی مستقل و داشتن مشروعیت عقلانی هر که ناموخت از گذشت روزگار پیش ناموزد زهیج آموزگار تاریخ 100 سال ما را در برنامه سرگذشت سوار بر بادهای علوم و نجوم با ما به کهکشان ها سفر کنید برنامه آسمان شب تحفه برای آنانی که در پی کشف فضا و اسرار آسمان هستند دوره سوم دوره کیهانی دوره است که در قرن بیستم آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد و هنوز هم در این
و سرعت از کنار شما میذاره، ولی اجرام و خانه و یا درختهایی که دورتر از سرک هست شما آنقدر سرعت در حرکت رو نمیدید. که با شما جواب شمیدن نه، ولی شما دانید خب من میفهمم، گفت نیست دیگه مطرحش نمیم جواب بده. نه میتابن ماه چی است بچی اجرام شان بده. آسمان پر ستاره و درخشان همیشه احترام. خبر باشه، کلش تبصره باشه، کلش مثلا حرفای باشه که بر مردم. در نگاه تب زیاد است، سراسر نگاه را تب گرفته است، تب تب نشرات است، خبر پشت خبر، برنامه پس برنامه و همه پشت درهای بسته استودیو. محصول همه این تب و تاب برنامه های نشراتی تلویزیون نگاه است. حال دیگر انتظار به پایان رسیده است.